بسم الله الرحمن الرحیم سلام دانش آموزان عزیز امیدوار هستم همگی تان جور و صحتمند باشید با یکی دیگر از درس های کیمیا شما را خوش آمدید میگم در درس گذشته ما و شما چی را یاد گرفتیم در درس گذشته ما و شما امین ها را یاد گرفتیم که هایدروکاربن های نیتروژن دار است که از تعویض هایدروژن امونیا با رادیکال چی میشه به وجود میاد کل مشخصات امین ها را در درس گذشته با نامگذاری امین ها ما و شما یاد گرفتیم عنوان درس امروز ما و شما به ادامه درس گذشته ما و شما صفحه 186 خواص امینها ها میشه که شامل خواص فیزیکی و کیمیاوی امین اول ما و شما در مورد خواص فیزیکی امین ها گپ میزنیم بعد از او خواص فیزیکی امینها را که کاملا شناختین در قسمت خواص کیمیاوی امین ها هم ما و شما انشاءالله گپ خواهد داشتیم در قسمت خواص فیزیکی همین چند نکته خیلی مهم است برای شما میگم دقت کنین همین که تعداد اتم های کربنش کم است مثل میتایل امین مثل دای میتایل امین مثل ترای میتایل مثل ایتایل یعنی امین که حداقل سه کربن داشته باشه حالت فیزیکیش گاز است امین که تعداد اتم های کربنش تا 12 کربن است حالت فیزیکیش مایع است و امین که تعداد اتم کربنش بیشتر از 12 کربن است حالت فیزیکیشان چی می باشه؟ جامد می باشه نکته اول نکته دوم امین های کوچک و ابتدایی که تعداد اتم های کاربونش کم است بویشان مشابه به بوی ماهی گندیده شده و همچنان بوی امونیا می باشه و نکته سوم شیز که در امین های اولی و دومی رابطه هایدروجنی تشکیل میشه یعنی قوه بین المالیکولی امین های اولی و دومی مانند گاز امونیا وری. اما رقم که در گاز امونیا رابطه هایدروژنی تشکیل میشه دقیقا به همون صورت رابطه هایدروژنی در امین های اولی و دومی هم تشکیل میشه ولی رابطه هایدروژنی در امین های سومی باز تشکیل نمیشه که من روی تخته برای شما کار میکنم بسیار ساده و آسان شما در درس های گذشته رابطه هایدروژنی رو خواندین رابطه هایدروژنی یک طرفش باید هایدروژن باشد طرف مقابلش یا نایتروژن باشه یا اکسیژن باشه یا فلورین یا کدام عنصر الکترونگاتیو غیر فلز دیگه باشه خب امونیا فرمولش چی است فرمول امونیا NH3 است اگر شکل مشرعه ما و شما نمیشته کنیم H رابطه N رابطه H رابطه H فرمول چی می باشه؟ امونیا می و در امونیا نایتروژنش پنج تا الکترون داره که از سه تایش استفاده کرده یک جور الکترونش چی می یک جور الکترونشان آزاد می باشا. بسیار ساده و آسان خب یک مولکول امونیا نشته کردیم یک مولکول دیگه هم نوشته میکنیم اینجا نایتروژنش نوشته میکنیم باز نوشته میکنیم هیدروژن، هایدروژن و هایدروژن خب نایتروژن چی داره یک جور الکترون آزاد داره ببین بسیار ساده برای شما کار میکنم همون رقم که شما در درس های گذشته خوندین در داخل هسته خود فقط یک دونه پروتون داره در اطراف هستش یک دونه الکترون وجود داره خلاص او یک الکترون خود را هیدروژن با نیتروژن به اشتراک گذاشته پس هیدروژن چی داره هیدروژن به جز از پروتون هستش چیزی نداره که پروتون چارج برقی چی داره چارج برقی مثبت داره در حالی که نایتروژن امونیا نایتروجن مولکول بعدی چی داره یک جور الکترون آزاد داره الکترون چارج چی داره منفی پس اگر هایدروژن ما مثبت در نظر بگیریم و نایتروژن ما و شما منفی در نظر بگیریم بین مثبت و منفی چی تشکیل میشه قوه جاذبه این قوه جاذبه را به چی نشان میده این قوه جاذبه را به نقطه نقطه نشان میده و امی قوه جاذبه ای که اینجا نوشته کردیم اینا به نام چی یاد میشه هایدروژن باند یاد میشه بسیار ساده و آسان یک مولکول امونیا است دیگه مولکول امونیا است میشه میلیاردها مولکول امونیا میتو یک با دیگه توسط رابطه هایدروژنی یک با دیگه خود چی شوه دقیقا همین رابطه هایدروژنی در امین های اولی هم تشکیل میشه در امین های دومی هم تشکیل میشه ما برای شما کار میکنم ببینید شما بسیار ساده حالا یک امینی اولی نوشته میکنیم امین اولی ما و شما چند رادیکال داره یک تا رادیکال داره دو تا هیدروژن داره یک امین دیگه نوشته میکنیم اولی باشه باز نوشته میکنیم نایتروژنش دو تا هیدروژن داره بسیار ساده و آسان یک تا چی داره رادیکال داره همان طوری که قبلا ما برای شما گفتم نایتروژن یک جور الکترون آزاد داره هایدروجن بجز جز از پروتون هستیش چیزی نداره که چارج مثبت ولی نایتروژن چی داره الکترون های آزاد یا چارج های منفی آزاد بینشان قوی جاذبه تشکیل میشه که این قوه جاذبه را با نقطه نقطه نشان میده و همین نقطه نقطه عبارت از چی میباشه هایدروژن باند و به با همین صورت میلیارد ها مولکول امین چندومی امین اولی ما و شما توسط رابطه هایدروجن یک با چی میشه وصل میشه اگر یک هیدروژن دیگه زیر با رادیکال تعویض کنیم در اون صورت امین دومی با وجود میاد که در امین های دومی هم عین شکل امین های اولی به همین ترتیب رابطه هیدروژنی چی میشه تشکیل میشه در حالی که رابطه هیدروژنی در امین های سومی تشکیل نمیشه به خاطر چی به خاطر از اینکه امین های سومی هر سه طرف رادیکال از بقیه عضوی داره هیدروژن نداره شما میفهمین که در رابطه هایدروژنی یک طرف قضیه 100 صد درصد باید هیدروژن باشه در حالی که امین های سیومی بالای نایتروژنش هایدروژن وصل نشده چون هیدروژن نداره قادر به تشکیل رابطه هایدروژنی هم نبی باشه پس فیصله ما و شما این که رابطه هایدروژنی فقط در امین های چندومی اولی و دومی تشکیل میشه در امین های سیومی تشکیل نمیشه رابطه هایدروژنی قوی بین قوه چی می قوه بین المالکولی قوه و از جمله قواهای های قوی بین است از همین خاطر است که امین های اولی و دومی درجه زوبان و غلیانش نسبت به هایدروکاربون های دیگر بلند است چون قوه بین المالکولیش قوی است از همین خاطر است که درجه زوبان و غلیانش چی میباشه بلندتر می باشه موضوع بعدی چی است؟ موضوع بعدی که امین های اولی و دومی همان طوری که در بین خود رابطه هایدروژنی می سازه با مالکول های آب هم رابطه هایدروژنی را ساخته می و به همین خاطر است که امین های اولی و دومی در آب حل می شه. پس یادتان باشه امین های اولی و دومی با کمک چی؟ با کمک هایدروژن باند در آب چی میشه؟ حل میشه. چون امین های سومی قادر به تشکیل رابطه هیدروژنی نیست از امی خاطر است که امین های سومی این حلالیتش بسیار به سختی در آب صورت میگره با آسانی در آب حل نمیشه ببینین بعضی گپار از روی مانیتور برای شما توضیح میتیم ببین ما برای شما گفتیم که امین های کوچک که الا سه کاربون داره حالت فیزیکیش گاز امین های که الا دوازده کاربون داره مایع و بقیه امین ها حالت فیزیکیش جامد نکته دوم امین های ابتدایی ابتداده... بوی امونیا و ماهی گندیده شده را داره نکته سوم امین های اولی و دومی مشابه امونیا بوده و رابطه هایدروژنی را میسازه که من روی تخته برای شما کار کردم و نکته بعدی هایدروجن باند یا رابطه هایدروژنی در امین های سومی تشکیل نشده و امین های سومی با سختی در آبچی میشه حل میگرده که دلیلش عدم تشکیلی به حساب چی میباشه هایدروجن باند میباشه آخرین نکته امین های اولی و دومی در آب منحل بوده و درجه غلیان امین های اولی و دومی بالاتر می باشه شاگردهای خوب موضوع بعدی که برای شما توضیح می خواص خواس کیمیاوی امین ها می باشه ببین بسیار ساده و آسان برای شما توضیح می اگر فرمول عمومی امین ها را ما و شما آر رابطه NH2 بگیریم آر رابطه NH2 همان طوری که شما خودتان می بسیار ساده برای شما میگم همان طوری که خود شما میفهمین نایتروژنی که در امین ها وجود داره یک جور الکترون آزاد داره پنج دانه الکترون داره از پنج الکترون سه تایش رابطویست در رابطه سهم داره و یک جور الکترونش آزاد است از این خاطر است که متان در تعاملات شیمیایی به عنوان دهنده جور الکترون عمل کنه این یک جور الکترون خودم متان بتا به عنوان چی عمل میکنه دهنده جوره الکترون عمل میکنه یا به عنوان دو نراف به عنوان چی دو نراف دو نراف چی دو نراف پیر پیر چی میشه جوره پیر الکترون به عنوان دو نراف پیر الکترون یا به عنوان دهنده جوره الکترون عمل کردن میتونه اونم یک جوره الکترون آزاد که در نایتروژن است میتونه اونم یک جوره الکترون آزاد خود بتا به عنوان دهنده جوره الکترون عمل کنه شما در کیمیای سنفی 11 خواندین هر مرکبی که به عنوان دهنده جرعه الکترون عمل کنه کدام خاصیت را از خود نشان میده خاصیت قلوی را از خود نشان میده بنان از امین نظر ما و شما گفته میتونیم که امین خاصیت قلوی را از خود چیکار میکنه نشان میده قلوی چی میشه بیس پس امین ها خاصیت چی داره قلوی چرا چون در تعاملات کیمیا میت... کیمیایی میتونه به عنوان دهنده جرعه الکترون چیکار کنه عمل کنه خب شاگردای خوب وقتی که امین قلوی شوه پس قلوی ها با تیزاب ها تعامل کرده نمیتونه دقیقا تعامل کرده میتونه بسیار با آسانی تعامل کرده میتونه امین ها چون قلوی با تیزاب تعامل میکنه حاصل تعاملش باید نمک باشه حالا با شما یک مثال کار میکنیم خب آره خود قیمت میتیم CH3 خب به نوشته میکنیم NH2 بسیار ساده جمع یک تیزاب میکنیم با تیزاب تعامل میکنن چرا چون امین خاصل قلوی داره تیزابی که اینجا استفاده میکنیم HCl است هایدروکلوریک اسید بسیار ساده برای شما کار میکنم هیدروژن به شکل H مثبت از کلورین جدا میشه وقتی که هیدروژن از کلورین جدا میشه الکترون خود گرفته نمیتونه الکترونش کی میگیره الکترونش کلورین میگیره به خاطر چی به خاطر از اینکه منفیت برقی کلورین چی میباشه بالا میباشه از خاطر است که الکترون هیدروژن چی میگیره کلورین میگیره از طرف دیگه نایتروژن یک جور الکترون آزاد داره زمانی که هیدروژن از اینجا جدا میشه یک الکترون داره او الکترونش کلورین میگیره هیدروژن یک اوربیتال خالی پیدا میکنه و چون اوربیتال خالی پیدا میکنه در یک اوربیتال خالی دو الکترون جای میشه و او دو الکترون در نایتروژن است از همه خاطر است که مستقیم هیدروژن می بالای نایتروژن نصب میشه همین یک جور الکترون آزاد در اوربیتال خالی چه هایدروژن چی میشه؟ جمع میشه ترکیبی که ساخته شده فرمولش از CH3 بسیار ساده رابطه NH2 ما چی میشه؟ NH3 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 چارجش مثبت میشه میفهمید چرا مثبت میشه؟ چون اول مولکول بود چارجش صفر بود و هایدروژن به شکل H مثبت با عنوان یک ذره مثبت سر مولکول اضافه میشه از امون خاطر است که اینجا یک هیدروژن اضافه شده چارج مثبت هم میگیره و کلور چارجش چی میشه کلور چارجش منفی میشه چرا چارجش منفی میشه چون الکترون هیدروژن ها گرفته یک چیز بسیار واضح است و کلور منفی هم در پالوی NH3 مثبت قرار میگیره چون کلور منفی است و انچ مثبت میشه منفی و مثبت یک دیگه خود خونسا میکنه ترکیبی که ساخته شده به نام میتایل امونیم کلوراید یاد میکنه و میتایل امونیم کلوراید چی میباشه یک نمک عضوی میباشه پس ما و شما نتیجه میگیریم امین ها خاصیت قلوی داره و با تیزاب ها تعامل میکنه نمک ها را میسازه مهم ترین تعاملات امین ها را که ما برای شما توضیح دادم شماره یکش تعامل با تیزاب ها بود شماره دومش به نام الکایلیشن امین ها خب گوش کنین برای شما توضیح میدم. الکایل چی میشن؟ نصب گروپ الکایل هرگاه امین ها با الکل ها تعامل کنه اگر امین ما امین اولی باشه با الکل تعامل کنه عمل الکایلشان صورت میگیره الکایل بالای امین اضافه میشه امین اولی ما به امین دومی تبدیل میشه اگر امین دومی الکایلشان شود امین دومی ما تبدیل میشه به امین چندومی امین سومی به این ما و شما مثالایش کار کنیم ببین امین اولی را ما شما نوشته میکنیم فرمولش از R رابطه چه NH2 جمع الکل کنین الکل فرمولش چی میشه R رابطه OH بسیار ساده برای شما کار میکنم OH ببین ببینین OH با یک اتم هیدروژن چرا میسازه آب سر ویکتور ما نوشته میکنیم منفی H2O رادیکال میره بالای نیتروژن نصب میشه ترکیبی که ساخته شده یک R وجود داره یک آر دیگه اضافه میشه R2 2 یک هایدروژنش مصرف شد چی میشه ان ای میشه ای امینی که ساخته شده ای امین ای امینی ما و شما امینی چندومیسته؟ ای امینی ما و شما امین دومی چرا بخاطر خاطر از اینکه دو تا رادیکال داره در مرحله دوم اگر بازم جمع الکل شوه آر رابطه او ایت شوه این بار بازم ببینید بسیار ساده OH گروه هیدروکسیل الکل با هیدروژن یک جای میشه آب را میسازه زیر ویکتور ما نوشته میکنیم منفی H2O و در نتیجه یک آره دیگه هم می اضافه میشه دو تا آر است میشه آر 3N میشه آر 3N چی است؟ آر 3N امین سی پس نتیجه ارگو امین اولی الکایلشان شد و به امین دومی تبدیل میشه امین دومی در نتیجه الکایلشان تبدیل میشه به امین سومی. موضوع بعدی اسایلیشن امین هاست که نصب گروپ اسایل میشن نصب گروپ اسایل خب گروپ اسایل ما و شما در اسایل هالاید داریم آر رابطه سی دو رابطه او رابطه X ای را به نام اسایل هالاید یاد میکنم جمع ما و شما جمع امین میکنیم امین فرمولش چی است آر رابطه NH2 بسیار ساده برای شما کار میکنم ببین چی میشه یک اتمی هیدروژن با X یک جای میشه چرا میسازه اچ ایکس میسازه در زیر ویکتور ما نوشته میکنیم منفی اچ ایکس اچ ایکس بسیار ساده X چی است X کلورین است فلورین است برومین است آیودین است ما و شما شکل عمومیش نوشته میکنیم اچ ایکس بسیار ساده و باقی مانده با همدیگر یک جا میشه اینجا چی ماند آر مند بسیار ساده و رابطه سی دو رابطه او باقی مند. و از امینی ما چی مانده یک نایتروژن یک هیدروژن رادیکال مند. میشه ان اچ رابطه آر ترکیبی که ساخته شده این ترکیب به نام چی یاد میشه به نام اماید یاد میشه پس ما و شما نتیجه میگیریم نتیجه ای که هرگاه امین ها اسایلشان شوه در نتیجه اسایلشانش اماید حاصل میشه فقط یک گپ بسیار مهمه برات میگم که بسیار مهم است درس امروز ما و شما در این قسمت باز خلاص میشه ما امین های اولی دومی سومی داریم و امین ها خاصیت قلوی داره امین های سومی آر رابطه CN ان امین سومی است خاصیت قلویش بیشتر از امین دومی است آر 2 رابطه NH. امین دومی ما و شما خاصیت قلویش بیشتر از امین چندمیسته اولی آر رابطه چی این 2 امین اولی ما و شما خاصیت قلویش بیشتر از چی می باشه گاز امونیا می باشه این موضوع موضوع خیلی مهمی ما و شما که یادتان باشه شاگردای خوب و نازنین درس امروز ما و شما درس ساده بود اینجا ختم شد تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان شاد و موفق باشید